درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید در سال 2009 یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود به نام ماهان در انگلستان به ثبت رسید جمیل کدیور در سال 2012 به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب و 100 درصد سهام شرکت در زمان انتصاب به کدیور واگذار شد ماهان در سال 2014 توسط کدیور منحل شد و این شرکت در طول موجودیت خودش هیچ گونه تراکنش مالی یا فعالیت تجاری گزارش نکرد و حسین مرعشی دبیر کل فعلی کارگزاران و پسرعموی عفت مرعشی یعنی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس هیئت مدیره ماهان از دوستان نزدیک عطای مهاجرانی و جمیله کدیورن و با توجه به سابقه خدمات درخشان و حسین مرعشی به مهاجرانی یعنی اشاره به رسوایی مهاجرانی در قضیه محصای یوسفی دلدار این احتمال وجود داره که مرعشی شرکتی رو برای تسهیل اقامت و اخذ تابعیت مهاجرانی و کدیور در انگلستان ثبت کرده باشه و اینکه حسین مرعشی بنیانگذار مؤسسه خیریه مولل موحدینه و شرکت هواپیمایی ماهان و شرکت کرمان موتور زیر مجموعه موحدینه در سال 1383 زنی به نام محسا یوسفی دلدار که کارمند سابق مرکز گفتگوی تمدنها بود اعلام کرد که همسر سیقهی اطولا مهاجرانیه و از او شکایت کرد و خواهان ثبت ازدواج شد مهاجرانی که آن زمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و دلیل بازداشتش هم این بود که جناه رقیب اصلاح طلبان دنبال سوتی های جنسی اینا میگشتند و از طریق فشار و تطمی معشوقه های آقایان رو علیه اونا وادار به همکاری میکردند. مثلا در مورد کرباسچی هم از خانم کاملیا انتخابی فرد استفاده شد که از صحنه کنار رفت حالا یک توضیح کوتاه در مورد کاملیا انتخابی فرد خانم خبرنگار و داستانهاش که میگفت با علی دایی هم بوده کاملیا انتخابی فرد خبرنگار روزنامه های همشهری زن و آفتابگردون با انتشار کتاب خاطرات خودش که به صورت مسلسلوار در یک روزنامه کویتی نیز منتشر میشد مدعی ارتباط عشقی میان خودش و علی دایی بود و این روزنامه نگار که چند سالی با خروج از کشور در آمریکا اقامت داشت با ادعای اینکه با درخواست علی دایی از ایران به آلمان مهاجرت کرده بود در خاطرات خودش نوشته که در خانه علی دایی در آلمان به کلفت و معشوقه وی تبدیل شده بود وی در ادامه خاطرات خودش مدعی شده که در بازجویی خود در ایران اعتراف کرده که تا کنون با 67 مرد رابطه داشته اما این اظهارات تحت فشار گفته شده و این روزنامهنگار سابق که مدتی برای رادیو فردا نیز فعالیت میکرد درباره نحوه جدا شدن خودش از علی دایی ادعا کرده که من و او یعنی علی دایی برای همدیگه مناسب نبودیم زیرا او از من انتظار داشت فقط در خانهداری شرکت کنم ضمن اینکه اصلا از ازدواج و نامزدی حرفی نمیزد و از من میخواست که به کار روزنامه برنگردم که معلوم بود قصد داشت مرا از جهانی که داشتم به عامل شستشوی لباسهای ورزشیش و منشی خودش تبدیل کنه و یا حتی از اینکه نمیتونم با غذای خوب از او پذیرایی کنم گله میکن و به هنگام مشاهده این وضعیت بوده که از او درخواست کرده که به ایران برگرده و او نیز موافقت کرده و در ایستگاه قطار بهش بسته پولی داده که قبول نکرده و به تهران برگشته حالا برگردیم به موضوع اصلی یعنی اطاولا مهاجرانی ناصر قوامی نماینده مجلس شیشم میگه من نمیخوام بگم که آقای مهاجرانی در دوران وزارت خودش چه مشکلاتی داشته که منجر به کنارگیری شد زیرا به زندگی شخصیش برمیگرده و به ما هم ربطی نداره اما به هر حال حالا که سالها از دوران وزارتش میگذره دوست دارم به او بگم که آقای مهاجرانی شما که در آن روزگار متوجه نبودی که نباید وقتی در مقام وزارت قرار داری به دنبال مسائل هاشی ساز بری و مانند یک جوان 18 ساله عمل کنی حالا در مقام انتقام از پیامدهای منفی رادیکالیسم برآمدی. که باید اصلاح طلب بودن نشدن برانداز شدن چریک شدم بابا برانداز خوبه برانداز مثلا شما هم براندازی چریک شدن رفتن حتی آمریکای جنوبی دورهای تروریستی دیدن اینا فلسطین و لبنان که جای خود داره چمران رفته بود سلاح وارد این کشور کردن کلان کلان یکی میگفت خب سواک چی کام میکرد اون موقع بابا مگه مرز یه دومه جاست اینا قسم خورده بودن این کشور رو با آتیش بکشن کشیدن, کشیدن. منگه کی میگه مثلا مدام میگن نمیدونم نه وضعیت چه چه بغرنجی ایران در راه پیشرفت قدم برمی داشت تو بحث آزادی های اجتماعی که میدیدیم وجود داشت ادیان آزاد بودن تو بحث آزادی های سیاسی اصلاحاتی میتونست انجام بگیره روشن بود امکان پذیر بود چیکار کردیم پاتون رو توی کفش کردیم ارتجاع سرخ و سیاه پاشون رو یک کفش کردن و بق... از قصد این کشور رو با آتیش کشیدن من بارها گفتم بازم میگم آخون تکلیفش روشنه ذهنش تفکرش عقب مونده است اون رساله است دیگه با از کدوم از پا احنا. برو با کدوم پا بیا دیگه. رو امت افتادی چی کار دقیقا. آره دیگه سخن من با سنجابیه با بازرگانه با قطبزاده است با کرواتی های کروپا با, با یزدیه. با یزدیه. دانشگاه دیده بودن در آمریکا در اروپا دموکراسی مثلا به قول خودشون دیده بودن سخن من با اینهاست. اینها هم قسم شده بودن و الا مشخصا ما میدونیم که خودشون هم اعتراف میکنند اصلا نیازی به اعترافشون نیست آمارهای اقتصادی از 1310 دهه و, چهل و پنجای خورشیدی دیگه روشن ما میدونیم کشور در چه مسیری بود در مسیر آرامش و توسعه و پیشرفت بود و با توجه به وعده‌ای که پادشاه فقید مهارالدشاه پهلوی دادن که ما می‌خوایم به سوی تمدن در دروازه‌های بزرگ تمدن بزرگ بریم و برابری با کشورهای دموکرات جهان چاره ای نداشت جز اینکه که تا سه چهار سال آینده اون فضای سیاسی هم باز بشه نه اصلا ایشون این کار رو رو داشت قطعا هم داشت اصلا چاره جز ای جز این نداشت میدونی از کجا میدونی نه سند داریم نه جدا از این که حالا مثلا انتخاب هم میتونست بکنه نمیتونست بکنه کرده بود سند داریم در این زمینه زنده یاد هویدا برادری دارن امیر عباس حمیدای برادرش فریدون بود خدای فکر میکنم الان من نگاه کنین شون نماینده ما در سازمان ملل بودن و به واسطه مرگ برادرشون پس از پنجاه به شدت هم با اس... فریدون فریدون به شدت هم با شاه مخالف بود مقصر میدونست به خاطر مرگ برادرش یعنی مدداه نبود اصطلاحا چیز نبود که مثلا آره فقط بخواد تعریف کنه چون اون مختب پست و منصبی داشته میگم دشمنی هم داشت میکرد به خاطر مرگ برادرش اون مقصر پادشاه بود ایشون سراحتا گفته محمد رضا شاه پهلوی منو فرا خوند به من گفت برای برگزاری انتخابات آزاد جهت مجلس حالا مثلا نمایند ها انتخاب بشه احسابی باشن که حزب برنده نخست وزیر باشه و من توشی کنم این تمام اون آزادی بود که مثلا مد نظر بود که تو انتخابات مجلس حزب برنده بتونه نخست وزیر رو معرفی کنه مثل کشورهای تو انگلیس داره میفته مثل دقیقا مثل کشورهای مشروطه پارلمانی دموکراتیک و این وعده رو نه تنها داده بود هیچ از فریدون هویدا خواسته بود که بره سازمان ملل نفراتی رو پیدا کنه برای نظارت بر این انتخابات واح. آیا دیدین پنجاه هفتی ها در این مورد حرف بزنن؟ هرگز من خودم دو دش... دارم میشنم دارم میگم دشمن شاه بودا فریدون هویدا به... به, واسطه اینکه برادرش چون مهم این نکته که بدونین در مورد چه کسی با چه جایگاهی ایشون نماینده تامل اختیار ایران در سازمان ملل بودن حتی فریدون هویدا برمیگرده تو سازمان ملل چشم و گوش وامیسته که ببینه مثلا به کیا میتونه اعتماد کنه چون شاه سپرده که محرمانه انجام بده این کارها رو خب و شاه تماس میگیره پیگیری میکنه چی شد هویدا میگه این دومی یا سومین تماس تو کل عمر چیز من بود کاری من بود که شاه مستقیم به من برش مهم بوده مهم بوده جان کلامین که دوران سه ماهی پیش رو رو به فرمان پادشاه به کابوس رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری نکبت اسلامی تبدیل خواهیم کرد سقوط زحاک و رژیم اهریمنیش شو بازگشت فریدون به مام میهن سرنوشت نهایی و بیچون و چرای سرزمینمونه و به همت همگی ما به زودی تحقق خواهد یافت. پاینده ایران جاوید شاه تا عبد یک روز. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.